محمود احمقی نژاد پس از آنکه شهرداری پایتخت را ترک نمود و رئیس جمهور شد، 350 میلیارد تومان از درآمد و دارایی شهرداری ناپدید شد و هیچ گونه سندی برای آن در شهرداری به جای نماند. تصور کنید در کشوری که دست آفتاب دزد را قطع می کنند، این رقم درشت دزدی احمقی نژاد در جایی درز نکرد و به جای بازداشت و زندانی کردن این غارتگر کوتوله، سرنوشت کشور و مردم را به دست وی سپردند و احمقی نژاد بر کرسی و مقامی تکیه زد که جایگاه سمسام السلطنه محمد علی فروغی، میرزا تقی خان امیر کبیر، میرزا ابوالقاسم قائم مقام و مصدق تکیه داشتند. به راستی تا چه اندازه عقب نشینی و پست رفتن در فرهنگ و سیاست کشورمان، باید به نسل پس از انقلاب تبریک گفت که این همه خفت و خاری و فروکش تاریخی و فرهنگی را دیده و باز هم ساکت نشستند و در خواب غفلت فرو رفتند. اسهال جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری وقت ایران، در دی ماه با اشاره به درآمد 700 میلیارد دلاری فروش نفت در 8 سال ریاست جمهوری محمود احمقی نژاد تأکید کرد که اگر طبق قانون برنامه عمل می شد، اکنون باید 300 میلیارد دلار در صندوق توسعه ارز داشتیم. رفسنجانی کوسه که خود در دزدی و غارت کشور سهم بزرگی داشت، چپاول 700 میلیارد دلار را رقمی باور نکردنی می دانست و گفته بود آمار رسمی تخلفات این دولت تأسف برانگیز است. علت اینکه خامنه ای ضحاک تا کنون در برابر سوء استفاده و دزدی‌های کلان احمقی نژاد ساکت مانده و حتی قوای سگانه و روزنامه نگاران را از یادآوری و پخش این غارتگری‌ها باز داشته، به دلیل آن است که احمقی نژاد در دوران حکومت 8 ساله‌اش همه گونه اسناد و مدرکی از دزدی‌های خامنه‌ای جادوگر و خانواده کاسلیسش و دیگر سران دزد رژیم فاسد فراهم آورده و در گذشته نیز درباره دزدی‌های کلان رفسنجانی کوسه و خانواده کثیفش و ناطق نوری لجن و خانواده حرامزادش و دزدی‌های مالی و غیره محسن رضایی آویزان به افشاگری پرداخت و بدین دلیل عموم دزدان رژیم فاسد که تا گردن در غارتگری و چپاول اموال ملی و مردمی شرکت داشته و هنوز هم دارند، از ترس رسوایی خود از سوی احمقی نژاد مهر سکوت به لب زده و کمترین اعتراضی را به مموتی ندارند.